من یه جمله‌ای که به اون دوست قبلی یادم رفت بگم این بود: آدم باید از تاریخ درس بگیره، بعد از مصدق یه درس بگیری، از محمد رضا شاه درس بگیری، از خمینی یه درس بگیری. فوش دادن به این اون کاری نداره، باید درس باهوش باشی درس بگیری. خمینی یه درسی به من داده، گفته آقا انسان هدفی رو که داره بازی نمی‌کنه، هدف رو تعیین می‌کنه، به صورت به طرف هدف حرکت می‌کنه. روز اول گفت شاه باید بنود، وایساد تا شاه رو بیرون کرد. حالا اینا اومدن خارج از کشورن، اون داخل این بگه قانون اساسی، اون نه آقا نه. خمینی کارش درست بود، توی نه اینکه کارش درست بود، روشی که داشت برای رسیدن به هدف غلطش، روشش درست بود، بازی نکرد. حتی سنجابی اومد پیشش، بیا گو آقا برو بگو اول عضو حزب و مز میسی، بعدا بیا پیش من. ما چرا این بازی ها رو بکنیم؟ آقا اینا اومدن دسته و گروه تو خارج از کشور درست کردن، شما رو بازی نمیدن. آقای گنجی رو تو چند چه تعداد این تلویزیون پارس، تلویزیون چی، تلویزیون کانال یک، زیا آتابا، اینا چقدر برای این مردک اشک ریختن؟ چرا یک کدوم از این تلویزیون رو پاشو نذاشت؟ چرا آقای عبدالعلی بازرگان فقط تو تلویزیون های غیر سیاسی میره اگه سیاست مداره؟ یعنی شما رو بند خدا اصلا قبول ندارن اینا. اینا معتقد شما محاربید، شما مفسدید، شما سلطنت طلبید، شما محکوم به اعدامید. این اکبر گنجی همون اکبر گنجی ستاد سپاه پاسدارانه، امروز تو خارج از کشور ستادش رو تشکیل داده. آی حقوق بشر یا کجاییم؟ آقای کلیور عمامه بر سر دارد، فتنه از عمامه خیزد، نیز خم. اصلا ما روشن فکر روحانی نداریم، روشن فکر روحانی نمیشه، روحانی هم روشن فکر نمیشه. اگر انسانی در قرن 21 مزیت لباس و لباس رو معرف اندیشش تلقی بکنه، این کجا میتونه روشن فکر باشه؟ به من بگید. عطا الله مهاجرانی که میره با بی بی سی مصاحبه میکنه، هنوز ریشش رو به سبک آقایون مؤتلفه میگذاره، این میتونه آزادی خواه باشه؟ این از وجود خودش هنوز آزاد نشده، این توطئه است مردم. این یعنی پایمال کردن 30 سال زحمت و فریاد آزادی خواهی ملت ایران. من که نمیام تحت تاثیر این خزعبلات قرار بگیرم، چرا فقط اولین اعلامیه محسن بخمل باف با نوریزاده امضای مشترک داشت؟ چرا بقیه امضاها نوریزاده نبود؟ به خاطر پرچم شیر خورشید پشت نوریزاده؟ چرا دیگه همین اعلامیه اخیر رو بخمل باف و سازگارا با هم امضا کردن، اسم نوریزاده نبود؟ حالا نوریزاده هی دفاع بکنه، گذاشتنش کنار. اونا اینجوری دارن رفتار میکنن، شما بنده خداها هی از مواضعتون عقب بشینید، هی بیاد عقبتر. یک نفر از شما رو تو خودشون راه نمیدن، شما رو به رسمیت نمیشناسن، اصلا شما رو آدم نمیدونن، چون سلطنت طلبید. اتهام، یه اتهام کلی به همه ایرانی های غیر مذهبی سیاسی. مذهبی و ملی یعنی جمهوری اسلامی، اصلاح طلب یعنی جمهوری اسلامی، اصولگرا یعنی جمهوری اسلامی، اینا همه یعنی جمهوری اسلامی، فرق نمی کنه. دوست عزیز من، طرف اومده نامه امضا کرده، زیر نامه آقای کدیور نوشته امضا گذاشته قانون اساسی اجرا بشه، تو اومدی به من میگی اینا میخوان جمهوری اسلامی رو بندازن؟ نه به خدا، ای خدا تو به شاهد باش که به این مردم گفتم اینا اومدن جمهوری اسلامی رو نجات بدن، مأموریت اکبر گنجی در خارج از کشور نجات جمهوری اسلامی بوده، مأموریت کلیور نجات جمهوری اسلامیه، نه این 5 نفر فقط، بقیه هم هستن، بقیه که شب در زندان بودن، فردا تو آمستردام بودن، فردا توی هلند بودن، فردا توی واشنگتن بودن. 20 ساله من بچه ما نتونستم بیارم تو این مملکت، چه قدرتی و چه نیرویی همشون رو آورد، سامان داد، اتاق گرفت، خونه گرفت، ماشین گرفت، بلیط هواپیما گرفت، چه نیرویی؟ چرا فریب میخورید؟ چرا دوست گولتون بزنن؟ پدر خودمون رو داریم در میاریم، میمنه 10 دلار دیمم، حسن 20 دلار، تقی 30 دلار، شدیم 36,000 دلار. یه رفت و آمد آقای گنجی به اروپا 40,000 دلار خرجشه.
چرا میخواید خودتون رو میدونم 6 ماه پیشم خیلیاتون وایسادین تو رو من، امروز فهمیدین اشتباه کردین. 6 ماه پیشم همتون سبز زده شده بودید، مثل بعضی از این آقایون الان دیدید هر رز به تشخیص نمیدن، پیچ و موره وصل میکردن، حالا شدن سیاستمدار. سبز شدن برای من، آبی شدن، قرمز شدن، سیاست رو نمیدونن با سه مینویسن یا با ساد. این توطئه بزرگ، من یاد نگرفتم دنبال عوام و توده مردم بودم. من تلویزیون درست نکردم که دنبال عوام بودم، دنبال توده و هرچی اونا گفتن منم بگم. نه، باید بنشینید فکر. آقا طرف آقای مهندس موسوی بیانیه داده، میگه جمهوری اسلامی نه کلمه نه زیاد. آقای داروش شمایی میگه نه انشالله گربه است. بیانیه 17 هم داده این آقای فهمیم سخن به قشنگی توی گویا نیوز، با اینکه اصلا هم ازش خوشم نمیاد، ولی به قشنگی راجع به این موضوع صحبت کرده. مردم نمیخواید خودتون باشید، میخواید واگذار کنی. ها حالا دو نفر اومدن دارن اعلامیه ده، خب حالا اینا انشالله، حالا اکبر گنجی انشالله موفق بشه. اکبر گنجی تو اروپا اومده، تو آمریکا اومده، تحریشش نزده بنده خود. چی داری میگی تو؟ اکبر گنجی تو آمریکا، تو نیویورک تو رو راه نداد که بری کنار دستش وایسی. چرا خودتون رو گول میزنید؟